بریم تیکای از این مصاحبه یا بهتر بگم پروژه جدید رو ببینیم ببینیم بازم گول میخوریم یا نه فقط قبلش من یک مقدمه بگم بعد بریم این کلیپ رو ببینیم ببینید برای عبور از رژیم کثیف جمهوری اسلامی یک راه بیشتر وجود نداره ایستادن در سمت ایران برای نجات ایران کلا دو گروه بیشتر وجود نداره ایران ستیزان که میخوان ایران رو ویران کنن و گروه ایران دوستان که به فکر آبادی و جهان اولی شدن ایران هستند شما کجا ایستادید با هم دیگه بریم این کلیپ رو ببینیم اما آنچه که باعث میشه هنوز سپاه رو در لیست تروریستی قرار ندن در دیدارهای خصوصی میگن چون سپاه ممکنه که در واقع در کشورهای اروپایی عملیات تروریستی بیشتری انجام بده و میخوان مطمئن بشن که به قول خودشون یک فانکشنال اپوزیشن یک در واقع اپوزیسیون متحد و کارآمدی وجود داره که میدونن در بعد از رفتن جمهوری اسلامی اونها هستن که میتونن یک انتخابات آزاد برگزار بکنن و از هر گونه ناامنی و هر گونه آشوب و جنگ جلو گیری جلو گیری بکنن. بکن. همه اینو میدونن که جمهوری اسلامی رفتنیه باید بره ولی همین سوال رو از من هم میپرسن که با چه کسانی باید گفتگو کرد آیا شما خودتون ایران یه جامعه متکثره ادام اینا رو من سعی میکنم تو دیدارها توضیح بدم حتی پارسال هم تلاش کردم که دیدار فقط خودم نداشته باشم با آقای مکرون میدونین چرا دنیا این شخص رو جدی نمیگیره دنیای جدید تکسرگراست و همین تکسرگرایی باعث میشه به سمت دموکراسی بریم ولی دموکراسی به این معنی نیست که چون حرف از دموکراسی و آزادی میزنیم تمام تفکرات قابل احترامند و مجاز هستند در کشورهای دموکراسی فعالیت کنن مثلا احزاب افراطی اسلامی مثل داعش میتونن توی مهد دموکراسی دنیایی همون آمریکا توی مجلسشون کرسی داشته باشن نه پس این به این معنی نیست که آمریکا کشور دموکراسی نیست بلکه آمریکا داره با این کارش اجازه ندادن به احزاب اسلامی افراطی که نیان کرسی داشته باشن اجازه بهشون نمیده با این کارش داره از دموکراسی محافظت میکنه یا مثلا احزابی که ارتش مستقل دارن و سلاح جنگی دارن میتونن تو کشورهای دموکراسی خواه مثل آمریکا و اروپا و این کشورهای اینطوری صندلی و کرسی داشته باشن مثل حزب کموله نه مسلما نمیشه یا احزاب کمونیستی یا احزابی که به مدل حکمرانی شورای اعتقاد دارن توی کشورهای دموکراسی خواه کرسی داشته باشن مثل احزاب شوروی سابق و نمیدونم کره شمالی نه یا احزاب فاشیستی که به دنبال یک دستسازی هستن یک دستازی میتونه قومی باشه که بگه نژاد ما برتر نسبت به مردم دیگه و بخواد در جامعه شهروندی درجه یک و درجه دو ایجاد کنه مثلا میگه چون ما کرد هستیم درجه یک حساب میشیم ما بقی درجه دو حساب میشن مثال میزنیم خب نه مسلما اینا نیستن نمیشه همچین کاری کرد خب این چهار تا گروه افراطی هم و اسلامی و گروه های مسلح و کمونیستی و فاشیست در, در کشورهای دموکراسی خواه جایی ندارن به خاطر اینکه این کشورها میان از دموکراسی خودشون حفاظت میکنن و میگن با ورود اینها دموکراسی از بین میره که نمونه تاریخیش هم داشتیم توی کشورهای دیگه که میتونیم بریم ببینیم باعث شد این کارشون دموکراسی از بین بره ببینید اینقدر ذهن شما رو امثال این خانم و رسانه ها مسموم کردن که فکر میکنی تکسر در بین احزاب سیاسی فقط همین چهار تا جریانه در صورتی که این جریان ها مال اون دوران قدیمه که این پیرپاتالا دنبال کمونیست بودن و نمیدن دنبال گروه های تروریستی و فاشیستی و قومی بودن ما اون دورانه الان احزاب سیاسی بر, س... بر سر سری مسائل اقتصادی و محیط مسائل بیمه های اجتماعی و این داستان اختلاف دارن که هیچ وقتا به نتیجه نمیرسه منطقیش همینه مثلا در آمریکا طرفدارای های به مسائل بیمه اجتماعی اهمیت میدن و نمیدونم به دنبال توضیح منابع به صورت برابر از این داستان از اون طرف طرفدارای های ترامپ دو... به دنبال استقلال در بازار اقتصادی هستن که تورم کاهش بدن یا در کشورهای اروپایی احزاب سوسیالی با همون تفکرات چپ دنبال حق و حقوق کارگرن احزاب دست به دنبال کاهش تنش جنگیه و رو بیارن به بازارهای اقتصادی که دنیا رو بر اساس اقتصاد به چرخونه نه جنگ و اصله به خاطر همینه این احزاب ها و تفکرات مختلف میان داره هم جمع میشن و تکثر احزاب شکل میگیره این اختلافاتشون بر سر مسائل سیاسی خط قرمزشون هم همون حقوق بشره و برای حفاظت و پایمال نشدن دموکراسی اون چهار تا گروهو تو را... گروه رو توی خودشون راه نمیدن حالا این خانم داره میگه گروهایی که دموکراسی رو به هم میزنن بیان دور هم جمع بشن تا نشون بدیم ما دموکراسی خواه هستیم این هم از اون دروغای شاخداری که میگه رهبرهای دنیا از هم خواستن که همه بیایم دور هم جمع بشیم نه من اینو با جورت میگم رهبرهای دنیا از ایشون همچین درخواستی نکردم درباره این مشهور در ادامه صحبت که واقعا دیگه جامعه آگاه شده پرداختن بهش فایده نداره چون همبستگی و تکسر احزاب در ایرانی ها وجود دار حالا این خانم به دنبال اتحاد با عراقی ها و کمونیست دلیلش شاید یه چیز دیگه میتونه باشه وگرنه جمهوری خواه چه احزاب راستشون چه چپشون با مشروط خواه چه راست لیبرال و چه چپشون یک سال اتحاد تشکیل دادن حالا اگه این خانم دنبال قدرت نیست به عنوان یک خبرنگار این اتحاد و همبستگی تمام گروه های سیاسی ایران رو به دنیا نشون بده و صدای واقعی مردم ایران باشه یا اگر نه نمیتونه با همون چهار تا گروه افراطی تر... که در کشورهای دموکراسی ها بهشون کرسی نمیدن به اتحادشون ادامه بده اصلا چرا همون موقع بعد از جدا... جدایی ملت ایران از گروه محسا خودشون به راهشون ادامه ندادن